سلام رفیق عزیز، حالت چطوره؟ بیا بیا تو که پاک خیس شدی. بیا پاتو تو درار تا گله میخوابیزون کنم. کلاتم بده. جوون ببین کی اومده. سروان کلالی، آخرین بازمونده ی اون روزا. عجب، به اندازه ی سن تو توی زندون بوده. خودیه، برادرزاده سرهنگ کاوه است. مثل اونم کلش باد داره. خیلی با هم قاطی بودین، یادت میاد؟ یادش بخیر. عجب روزایی بود. توی زوباهن کار میکنه، عضو کنفدراسیون بوده. براشون مدرک جمع میکنه. آقا تو خارج افشاگری میکنه. ای گور پدر خارج. بفرمایید، براتون میوه آوردم. سریا اینا رو تازه گیرشون آوردم. تو خونه پدرش زندگی میکنه. اگه بدونی با چه خون دلی پروانه رو به ثمر رسوند. اول یه سری به زن و دخترت بزن، بعد برو کارخونه زوباهن سراغ والایی. ترتیب کارتو میده. مدارکتم جور کردم. بیا بخور جونم. نمیخوام با این وضع ببیننم. آدم بیکار سرباره. یاد داشته رو برسون به دخترم. حتما حتما. Thank you.
بیا. دستشو کارگری چطور بود؟ ها؟ شدی اینه هو پرولتاریای زوار در رفته. سفارشو تهیه کردی؟ وقتی از تار صدایی در نمیاد تو چرا میخوای سر و صدا را بندازی؟ دیگه از ما گذشته رفیق، همه چیز تموم شد. برای من نه. فوری برمیگردم. امروز حزب سمبل و مظهر وحدت میان ملت و پدر تاجدار ملت است. و ما که هنوز خاطره تلخ وقایع سالهای 30 را از یاد نبرده ایم، هرگز اجازه نخواهیم داد تا بار دیگر دست اجنبی از آسین مشت قدرت مدار وطن فروش فرصت طلب بیرون بیاد. بفرمایید. همه میدانیم که دیگر زمان میخواستم آقای کیمرامو ببینم. و من در اینجا الان وقت ندارم. در حضور شما اعلام میکنم. فقط این بار یه دقیقه طول میکشه. گفتم که الان وقت ندارن، بعدم میخوان کارخونه رو بازدید کنن. یعنی کار خیلی مهمیه. اگر پیغامی داری بنویس بده. و در تمام لحظات برای اهداف ما و شما زحمتکشان و کارگران غیور میهن پرست به من به عنوان نماینده خود وظیفه سنگینی را محول کردید، چرا که برخلاف اغراض دسیسه‌گران من همواره در خدمت اهداف عالیه شما هستم و همگام با شما حرکت خواهم کرد. و بدانید که من به عنوان یک سرباز ملت سنگر دفاع از شما را هرگز رها نخواهم کرد. و مزدوران بدانند
من نماینده کنگره حزب رستاخیز در میان کارگران نیستم، بلکه نماینده شما در کنگره حزب هستم و هدفم تأمین منافع شما زحمت کشان است و بس. و شما خوب میدانید که من از جنس شما و متعلق به شما و در میان شما هستم. جناب کیمران، 20 سال پیش بازی شطرنج نیمه کاره ماند. جهت ادامه پای کوره بلند منتظرتان هستم. بهروز. سلام آقای. ما امروز در دنیا دوستان قدرتمندی داریم که در هر شرایطی از ما حمایت خواهند کرد. در داخل نیز اتکای فراوان ما به حمایت توده‌های مردم است. ولی بدانید دوستان که در این شرایط حساس و تاریخی رسالتی سنگین به دوش من و شما گذارده شده است. زیرا که اکنون بیش از هر زمان دیگر مملکت ما احتیاج به مردان سخت کوش و جان باخته دارد تا بتواند از میراث 2500 ساله خود دفاع کند. و من با پذیرش نمایندگی مجلس از جانب شما میدانم که باید خطر را به جان خرید و تا لحظه آخر در مقابل دشمنان شما و آرمانهای سگانه حزب ایستادگی کرد. مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. زنده باد، زنده باد، زنده باد. نطق امروز شما همه چیز رو دوباره آروم کرد. چرا خواسته بودی منو اینجا تو این جهنم ببینی؟ هنوزم با حرف زدن میخوای خودتو تبرئه کنی؟ این همه راه منو کشیدی اینجا که مزخرف تحویل بدی؟ اصلا تو رو کی اجیر کرده؟ 20 سال پیشم با همین حرارت از حزب دفاع میکردی. اون نوشته مرموز، اصلا تو کی هستی؟ سروان کلالی، مسئول شاخه نظامی. این نمیتونه حقیقت داشته باشه.
تو باید سالها پیش مرده باشی. فقط رسیدم به این لحظه زنده نگرم بیرم شد. ببین سروان، من کاملا وضعیت روحی تو رو درک میکنم. تو در اثر زندانهای طولانی دچار عدم تعادل شدی و حقم داری، ولی باید بدونی تو همه چیز رو خراب کردی و حالا شرایط فرق کرده. سروان، اگه تو اینو بفهمی که همه چیز قابل حله، از اون همه افراد شاخه نظامی فقط من جون سالم به در بردم. ما خیلی سعی کردیم شما را نجات بدیم، ولی متاسفانه شما قربانی یک تصفیه ظاهری شدید. گوش کن کلالی، تو هیچ فکر کردی چطور من اینجا اونم با این مسئولیت سنگین تونستم خودم رو تثبیت بکنم؟ حتی برای اینکه بتونم امثال تو رو دوباره سازمان بدم و سر پا نگه دارم. باور کن که باور کن من خیلی تلاش کردم، ولی متاسفانه کاری از من ساخته نبود. من مطمئنم که تو حرفای منو کلاهتو بردار. دیروز کجا بودی؟ کجا بودی؟ سر کار. دیروز چی دیدی؟ چیزی ندیدم. سر بالا. سید علی قاسمی. بلند بگو. سید علی قاسمی. من هیچی ندیدم. اسمت؟ قربان علی نجفی. شغلت؟ جوشکار. چند سال کار میکنی؟ 4 سال. موقع قتل کجا بودی؟ همینجا. کلالی رو میشناسی؟ نه آقا. شغل تو چیه؟ آتیشکار. چطور فرار کرد؟ دیروز ما اینجا نبودیم. میدونی کیو کشتن؟ کسی رو نه. حرف بزن! حرف نمیزنی؟ من چیزی ندیدم. موفق باشید. متشکرم بابا. آقای کاوه، بفرمایید تو. بلیت میفرمایید؟ مرسی. حتما از اتفاقی که افتاده مطلع هستید. بله قربان، شنیدم. چه اینطور؟ بسیار خوب. کل اطلاعات به دست رسیده اینه که البته اینو ساواک تهیه کرده که چیز زیاد مهمی نیست. بیشتر یه تصفیه حساب سیاسیه تا یه تصفیه حساب شخصی. من با تمام قدرتی که دارم این پرونده رو به شما محول میکنم و خود شما به محرمانه بودن و سیاسی بودن این مطالب واقف هستید. به هر حال فرصت مناسبی است برای شما که علی رغم تمام شایعاتی که در موردتون هست لیاقت خودتون رو نشون بدید. ضمناً باید توجه داشته باشید که تمام مراحل کتباً و محرمانه به شخص من گزارش بشه. بله قربان، نهایت تلاشم رو خواهم کرد.
امیدوارم موفق باشی. تازه چه خبر جمون؟ چند روز پیدات نیست. درگیر یه ماجرا بودم. عشقیه؟ تو که بهتر میدونی؟ من فقط به رادیو گوش میدم. اگه پیداش نکنم ممکنه از دست بره. خودش بر میگرده. خودتو به اون را نزن. تو بهتر میدونی که اون کجا رفته. از من گذشته جوون. اونا هم همین اشتباهو کردن. چی؟ اون کجا میتونه مخفی شده باشه با این هجوم سواک؟ پای تو و منم وسطه. تو اینه نمیخوای؟ میخوای؟ داری تهدیدم میکنی؟ تو یه روباه پیری. تو منو درگیر ماجرایی کردی که انتها نداره. 20 سال زندان، بعدش هم غیبش زد. همه چیز به هم ریخته. اطلاعات به هم ربطی نداره. هیچ سرنخی نیست. من که دارم از پادر میام. اون همیشه میخواست دوتا کار انجام بده. Thank you.
سریا خانم هستن؟ شما؟ توانمند. مادر کمی کسالت داره. رفیق توانمند. کار مهمیه. آدم رو یاد جوانی خودت میندازه. ای جوانی. مرسی. چطور شد شما سراغ من اومدی؟ یادت چقدر فعال بودی؟ قدیما رو میگم. من سال هاست اون سریا رو فراموش کردم. خواستم چیزی گفته باشم. مگه نه جوان؟ اومدم کلالی رو ببینم. کلالی؟ کیمرام کشته شد به دست سروان کلالی. بعدشم پر. اون هیچ راهی نداره جز اینکه بیاد اینجا. من نمیخوام دوباره به یاد بیارم. باشو، باشو جوون، باشو، دیر وقته، باشو. به هر حال اگه خبری شد حتما با این شماره تماس بگیریم. این به نفع هم هست. ساکتون، ساکتون رو فراموش کردین. اون هدیه باباست برای دخترش. قبل از اون که از تو طلب بخشش کنم، خدایا تو اون غرور رو شکستی و به جاش حس تازه‌ای رو به من دادی. ولی انگار همه چیز داره تکرار میشه. نمیخوام آلوده بشم، خدایا کمکم کن. اون هنوز خیلی جوونه.
چرا؟ چرا نمیخوای بفهمم جریان از چه قرار بوده؟ برای اینکه لزومی نداره. آخه اونا کی بودن؟ دنبال چی اومده هر بودن؟ هر موقع لازم شد بهت میگم. میخوام بدونم مادر، میخوام همه چیزو بدونم. اگرم بدونی باز نمیتونی. ولی مادر، با من تماس بگیرین این بود که تو میتونی کمکم کنی؟ همه باید کمک کنیم. از هیچ کس کاری ساخته نیست. تو عمدن همه چیزو از من مخفی کردی تا خودتو به فراموشی بسپری. ازت بدم میاد مادر. کلید ماجرا همینجا تو همین خونه است و شما باید کمک کنید خانم. چرا دست از سر ما ور نمیدارین؟ چرا میخواین آرامش شما رو به هم بزنین؟ ما هیچی برای شما نداریم. شما با این کارتون اونو از بین میبرین. اون سال هاست که برای من مرده. تو گفتی اون زنده است و با بقیه به خارج فرار کرده. تو گفتی اون برمیگرده ولی حالا که برگشته ولی با دستای خونی. اون یه زالو رو از بین برده خانم. چه فرقی میکنه؟ باز دوباره مصیبت شروع میشه. مصیبت داره تمام میشه مادر. اگه یادداشت‌های شما رو با این قسمت بذاریم کنار هم حتما میشه به یه سر نخی رسید. وقتی رسیدی تازه از خودت بدت میاد. راه دیگه ای وجود نداره مادر. من احتیاج دارم، میخوام بدونم، خواهش میکنم. تو رو که دیدم فهمیدم که باید اون تو رو فرستاده باشه. منو هیچ کس نفرستاده مگر وجدان خود شما. باور کنید راست میگم خانم، به خدا قسم که من خدا؟ مادر به من بگو، میخوام بدونم مادر. شما کجا میرید؟ میخوام براتون بگم کی با حسین بود، کی از حسین گذشت و کی بر جنازه حسین تاخت. حالا زینب رو به شهدا از غم برادر به مادر گله داره. حالا همه با هم جوانان ولی هاشم بیایی، جوانان بنی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه بسانی. خدا داند که من طاقت ندارم، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه بسانی. دیگه جای ما اینجا نیست، باید بریم کربلا مجاور بشیم. به حاج خانمم گفتم همه چیزا رو آماده کنه، زودتر حرکت کنیم. خدا لعنت کنه انگلیسا رو. رفقا به خوبی واقفند که در برنامه جدید حزب شاخه سیاسی به عنوان سیستم فرماندهنده و شاخه نظامی با
به عنوان عمل کننده در نظر گرفته شده که به این ترتیب فعالیت و مسئولیت شما چند برابر شده و این کار تحرک بیشتری رو نیاز داره. ولی شاخه نظامی فعالترین و پرطرفدارترین گروه در بین افسرانه و هر روزم این محبوبیت بیشتر میشه. ولی این کافی نیست. رفیق کیمرام تاکید زیادی بر گستردگی تشکیلات و حفظ انضباط کامل داره. بهتره بگیم دیسیپلین حزب از ارتش هم قدرتمندتره. برای حکومت بر ارتش باید جدیتر و منظمتر از خودش عمل کرد. رفقا، لیست افراد تحت کنترل خودتونو باید سریعاً تهیه و محرمانه به من گزارش کنید. مادر! مادر! اگه میخواین آسیب نبینین باید بیشتر مراقب باشین. نه نه اصلا مهم نیست. همه چیز در حال فرو ریختن. ابدا تعجبی نداره، فقط یه بازسازی کامل میخواد. خرابتر از اینه که بشه دوباره ساختش. تو اینجا سقوط کردی. این یه امر طبیعیه ولی نباید عقب نشینی کرد. اونم مثل تو بود. انسان وقتی انتخاب میکنه خود به خود مقید میشه. آزاد سرکار. و در این لحظه تاریخی و در این مکان خیلی جالب میگه. باید به استحضار برسانم. وقتی که در پلنوم قبلی حزب وظیفه سنگین فعلی به من محول شد، به درستی واقف بودم که بدون حضور فعال شما سازماندهی یک حرکت توده‌ای بر اساس تأمین منافع زحمتکشان ممکن نخواهد. رفقا، شما امروز بیش از هر زمان دیگر باید به رسالت تاریخی خود عمل کنید تا ما بتوانیم به عنوان آزاد سرکار اسم تراز نوید. چطور تو مراسم جدی شما به خودتون اجازه شوخی میدی؟ تنها زن کمیته مرکزی با مسئول شاخه نظامی میشه یه خانواده کامل حزبی. چرا که این خصلت طبیعی وابستگان امپریالیسم و استعمار نوین در مقابل حرکت‌های انقلابی کارگری است و بدون استثناء این عناصر به دلیل منافع طبقاتی با بدیهی ترین قضایای ریاضی هم مخالفت خواهند کرد. مگر اینکه ما به یک سازش کشیده شویم. این امری از بحالات است. چرا که آن روز مرگ یک تولد خواهد بود. برکت تاریخی ما را برای همیشه زیر سوال خواهد بود. رفقا بدانید که هوشیاری و اطاعت کامل از دستورات حزب، حزبی که مایه شرف ما و مظهر آرمان توده‌های محروم است، تنها راه پیروزی است. امید یکی شدن کارگران و کشاورزان در زیر پرچم حزب مستقل و متکی به نیروی زحمت کشان. زنده باد بقای رزمنده ما. زنده باد. 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 پس شما رو حزب با هم آشنا کرد. ما به دستور کیمرام و دور از سنت های رایج با هم ازدواج کردیم. ما مراممون با هم ازدواج کردیم. سند باطل شده. یعنی شما علاقه به هم نداشتی؟ علاقه؟
من عاشق فعالیت بودم و محصور در خانه پدر. ازدواج ما دو نفر این حسار رو شکست. زندگی ما خلاصه شده بود در فعالیت های حزبی. ما اینقدر درگیر بودیم که روابطمونم فراموش شد. تمام وقتشه، زودتر برو کارخونه کبوتره رو آزاد کن. فداکار پیغام رسید، کبوتر رو آزاد کن. رفقا، ما امروز به خاطر گرفتن حق خودمون اعتصاب میکنیم. عجله کن. حس میکنم چقدر مشکل بوده. چیکار میکنی؟ سرایا! سرایا! بیا! شهر در دست ماست. دست ماست؟ آره، بیا! یه حامی بزرگ از دست دادیم. خسته نباشی رفیق، همگی خسته نباشی. شما دوتا بریم پایین کمک. پاس بداریم این لحظه تاریخی را. مرغ طوفان رفت ولی راه ما پایدار میماند. فقدان بزرگی است ولی این پیش آمدها ما را از اهداف خود باز نمی دارد.
1 2 داشتین که تونستین این کارو بکنید. ما به چیزی متکی بودیم که حاصل سالها تلاش بود و پدرت عنصر فعال این تشکیلات. چرا هیچ جور نمیشد به پدر نزدیک شد؟ اون با کی رابطه داشت؟ کی از همه بهتر اونو میشناخت؟ فقط کیمرام. اون همیشه زیر نفوذ کیمرام بود. مادر، پدر اونجا با کیه؟ تنها یک بار دیدمش. چرا جوانا متوجه نیستن؟ خدا لعنت کنه انگلیسا رو. ما امروز به نیروی توده ها متکی هستیم. عرض نکردم؟ دیگه از من کاری ساخته نیست. آقا شما کمک کنید. حق طلبی بدون حق جویی معنا نداره. باید راه رو شناخت. چشم بینا بهتر از 300 عصا. چشم بشناسد گوهر را از عصا. خانم بزرگ گفت یه روزه علی اکبر بخونید. اونا رفتن. با رفتنشون برکتم برد. بقیه یادداشت‌ها کجاست؟ تو کاغذهای کلالی به اونا اشاره شده. میخوام ببینمشون. ظاهرا اونا باید پیش شما باشه خانم سرایا. یادداشت‌ها؟ اونا سال‌هاست پوسیده. مملکت از هر طرف در خطر هجوم، اون وقت شما اینجا پرورش گل میدین. چون تو در خطری فکر میکنی همه اینطور. یعنی نیست؟ چرا؟ هست. دستت درد میکنه، ولی نه از طرف اجنبی. هیچ غریبه‌ای قدم راحت توی این خاک نگذاشته، مگه وقتی که به دعوت خدیا اومده باشه و گمان نمیکنم دعوتی صورت گرفته باشه. ولی ما امروز به حکم توده های مردم قدرت داریم، نه به تایید اجنبی. ما همه شیران، ولی شیر علم. حملمان از باد باشد دم بدن. شما مثل بقیه فکر میکنید که
ما آلت دستیم نه؟ ولی حزب تنها در اصول با دیگران وجه اشتراک داره و بس. شما برای کمیته مرکزی تعیین تکلیف میکنید یا اونا برای شما؟ بدون خودسازی فردی تصمیم گرفتن برای جمع معنا نداره جوون. پس شما معتقدین که دست رو دست بذاریم و شاهد غارت مردم بیچاره باشیم؟ یا اینکه در غارت اونها شریک بشیم؟ با نیروی زحمتکشان و پیشگامی روشنفکران پیروزی نزدیکه. خواهید دید. شما هنوز با خودتون مسئله دارید عزیزم. بفرمایید آقا، همونطور که فرمودین تصحیحش کردم. خوبه، ببرید. خوبه. همیشه آدمای مطمئن وقتشون رو صرف امور غیر ضروری کردن. من امیدوارم که با پرورش غنچه ها زیبایی عمل افزایش پیدا کنه. تو حزبم گلهای زیادی احتیاج به پرورش داره. با سبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان کند این همه خونین کفنان. سرایا بیا. اشرف دیشب با چند درباری و یه تیمسار بی سر و صدا وارد شهر شدن. پول زیادی هم با خودشون آوردن. رفتن خونه یه سارم و دوله. عوامل توته همه یک جا جمع شدن. سارم و دوله ابرام سلاخ و احضار کرد. ابرام سلاخ؟ ابرام سلاخ سرکرده ی اوباش شهره. مادر، چه لحظات سخت و کشنده ایه. سخت ترم میشه. اون کیه؟ سارم و دوله یه حرزه مفتخور از نسل قاجار. نه آقا ابرام، تهدید همراه تطمیع. پول بهشون بده. پول رو همه تأثیر میذاره، کار ما رو هم را میندازه. تو حد شازده باشی شارکش رو میخواد باش شاخه خواب در افتاده ای اردنشون نمیش کنه. من نمیش کنه. من نمیش کنه. توجه هرکی باشد در افتاد به دست افرام افتاد عروب افتاد پدری داره باشد لکه داره باشد سالاره همه ابراف سلقه لنجیبی. هورا هورا آقایون جوان مردا جوان حامل تونه شد. هورا اولا را
رو که قسمت کردین صبح اول وقت تو میدون کنه اما کسی کف نره باشه 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 به سلامتی پدر همایون علی حرزت هره شما که شهر دستتون بود پس چرا کاری نکردین؟ تو قدرت رو در چی میدونی؟ در داشتن امکانات و تجهیزات نفرات و تجهیزات بود اما امکان عمل نبود کمیته مرکزی دستور مقاومت انتظار افراد هیچ وقت برآورده نشد خبر تازه رو شنیدی؟ شایعات دوباره قوت گرفت داره کودتا میشه قدرت توده های ما متکی به شایعه نیست هیچ کاری نمی کنی؟ کار خاصی باید کرد نگران نباش رفیق همه چی رو به راست قدرت در دست توده هاست کسی اینجا نیست؟ رفیق کیمرام کاری داری؟ زمان عمل رسیده باید دست به کار شد چه عملی؟ شما نمیبایستی با این لباس اینجا میومدین فرصت این حرفا نیست شاخه نظامی آماده عمله و منتظر دستور مسائل سیاسی احساسات بر نمیداره سروان کودتا یک مسئله سیاسی کودتا. نیست شما تحت تأثیر شایعاتیم رفیق کیمرام حرف از شایعه گذشته چیرخارای انگلیس زنجیر اوباش رو رها کردن وقت رو طرف نکنین شاخه نظامی الان باید وارد عمل بشه بهتر شما در مسائل سیاسی دخالت نکنید زروان توده ها مهره های شطرنج نیستن که هر جور دلتون خواست حرکتشون بدین یه نگاهی به دورورتون بندازین از اینجا برو بیرون سروان به تو اخطار میکنم اینجا رو ترک کن حضور تو با این لباس نقض مقررات تشکیلاته مقررات؟ کدوم مقررات؟ با این باطل سر مردم کلاه نگذارید Mark, 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 M
دار دسته. همون دو Yalla yalla, Ebrem'e yalla. İyidir,
یالا شهر به من بالا یالا یالا شهر به من بالا آیونه جنتلمن هم هم اومدی جوجا میخواستم با چهار تا کاغذ پاره و اعلامیه رو دست آقا ابراهام بلنشم من که اسمار بیر کرده مرده و چه که بتونم آتیش بزنه ابراهام آقا یالا ابراهام آقا یالا شهر رو ببر بالا ساکر برای پیروزی شاپرستای جوان مردای ایران شادی ابراهام آقا هیرا دشکن 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 من نمیشکنم دشکن 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 من نمیشکنم دشکن فکر میکردی این موقع میگه ما در حز بشه نه که تو نیستی به هیچ کس رحم نکردن حمله کردن غارت کردن بردن آقا آقا کجا هستن؟ ظلم که دووم نمیاره از خدا بیخبر ها مگه آقا چی کار کرده بود؟ همیشه نگران قنچه ها بود میگفت قنچه ها قنچه ها قنچه ها خون سرد باشید کلالی هم دستگیر شد آخه چرا یک کاری این یه بازداشت موقتیه اقدامات لازم از بالا صورت بگیره کی وقتی همه از بین رفتن اونا رو دارن دسته دسته میگیرن اون وقت شما گفتم چه پیشبینی همه چیز شده تازه مگه من مسئوله بله شما مسئول افرادتون هستین نه حکومت نظامی وانگهی اونم میتونست مثل خیلی ها فرار کنه ولی نکرد اشتباه کرد اگه نرفت نمیشه جلوی روند تاریخ رو گرفت الان همه چیز در حال تغییره باید این حقیقت رو پذیرفت سریا حقیقت؟ درو کردن مردم با ساتور ابراهام سلاخ این حقیقته چرا نمیخواین اعتراف کنین؟ اعتراف؟ بله اعتراف شما حتی شهامت اعتراف کردنم ندارین؟ چه اعترافی؟ من در این راه رفتم که خودم رو پیدا کنم ولی گم کردم سب کن زندان قصر بعدشم زندان به زندان دیگه هیچ وقت اونو ندیدم تو رو با بندبند وجودم بزرگ کردم خیلی سخت بود خیلی منو ببخش مادر تو خیلی رنج کشیدی آروم باش مادر آروم باش
بزن گفتم هر بزن بیارش اینجا هر بزن دیگه کافیه همه چیزه بهشون گفتم همه یه نوشته ها رو بهشون دادم تو مطمئنی که همه رو درست فهمیدی؟ آره پروانه حاج حسین اون میدونه تویوتا متالیک رسید تویوتا متالیک رسید تعقیبش کنید حرکت سلام بابا الله اکبر الله اکبر اجازه میدی؟ ممنون این بار ناراحت نشین بفرمایید الله اکبر میشنوی کلالی صدای بانچه عباس بجو توی زمستون بوی بهار میاد Thank you.
پدر پس از 20 سال شکفتن قنچه ها را باور کرد و من که از نسلشان بودم رویدن جوانه را بر برف سفید دیدم و حجم آزادی باغ را فهمیدم و تجربه کردم نشستن شبنم را بر جگر لاله. من می دانم که بهار از راه رسیده است و صدای باران